эмомали раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон зимни сафараш ба исломобод бо навозшариф нахуствазири покистон ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ кард дар ҷараёни ин сафар байни тоҷикистону покистон ҳ санади нав ба имзо расид ки аз ҳамкориҳо дар соҳаи энержӣ то ҳамкориҳо дар роҳи мубориза бо جنایت کاری و تروریسم را در بر می گیرد دو رهبر در یک نشست خبری مشترک در اسلام آباد در روز 12 نوامبر گفتند که همکاری های پاکستان و تاجیکستان در سالهای اخیر تقویت یافته است ولی امکانات زیاد برای گسترش دادن این همکاری ها موجود است نشست رهبران تاجیکستان و پاکستان را محمد امین مدقیق مدیر رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیوزادی پیگیری کرد و او را به صحبت امروز دعوت کردیم در نشست خبری در اسلام آباد رهبران تاجکستان و پاکستان بیشتر راجع به کدام مسائل همکاری ها صحبت کردند در نشست خبری امروزی که میان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و آقای نواز شریف صدر پاکستان امروز در اسلام آباد برگزار شد عمدتا روی سه موضوع صحبت شد یکی پروژه کاسا یک هزار است که با اساس این پروژه یک هزار مگاوات برق کرغزستان از طریق افغانستان با پاکستان صادر میشه و موضوع دوم موضوع تجارت بین تاجیکستان و پاکستان بود که صدر پاکستان از این اظهار خوشی کرد که تجارت بین دو کشور به خوبی پیش میره چنانچه اونها گفتن در سال 2011 تجارت بین پاکستان و تاجیکستان 15 میلیون دلار بود اما در سال 2014 یعنی با ختم 2014 ای تجارت با 89 میلیون دلار افزایش یافته موضوع سومی که بین دو رهبر مطرح شد مسئله مسئله تهدیدات امنیتی یا تروریستی بود که اینا گفتن که به نفع هر دو کشور نیست و از این تهدیدات هر دو کشور ضرر میبینه بنان اونا گفتن که ما موافقه کردیم که هر دو کشور به خاطر رفع تحدید تهدید تروریستی با هم کار کنن با هم همکاری کنن و در این زمان صدر اعظم پاکستان گفت که با همکاری هر دو کشور اینها در مبارزه با تروریسم در افغانستان نیز کمک میکنه و مطبوعات پاکستان راجع به سفر امام علی رحمان به اسلام آباد و راجع به اهمیت همکاری های دو کشور چی نوشتند؟ مطبوعات پاکستان بیشتر به از نگاه اقتصادی به این سفر نگاه کردن چون چه اخبار دان و اکسپرس تیبیون دو, خب... دو اخبار معتبر پاکستانی که زیادر اصحاب فکر یا مردمای که سیاست مدار هستن او را می هر دو به این نگاه, نگاه کن که پاکستان به تاجیکستان من حیث دروازه آسیایی میانه منگره و همچنان و خواهانی ازی هسته که مال های زیادی از پاکستان به تاجیکستان صادر شود و در این زمان تاجیکستان به این نظر است که با رشد اقتصاد، اقتصادی میان دو کشور و در این زمان در ساختن پروژه های زیربینانی بینایی مثل ساختن سرک ها و ساختن خط آهن اینها ها میتونه با پاکستان کمک کنه و همچنان منابع انرژی که در در تاجیکستان است این همیشه میشه که با پاکستان ایره بفروشه و پاکستان یک بازار خوبی برای است یعنی بیشتر در تبادله انرژی همکاری های از در ساحه انرژی و همکاری در ساحه اقتصادی از این ناحیه به اونها نگاه کردن محمد امین مدقیق مدیر رادیوی مشعل بخشی پاکستانی رادیو زودی با ما صحبت میکرد